سلام خدمت همه عزیزان از هر گوشه‌ای که منو می‌بینن. من در جلسات گذشته پیرامون طنز در ادبیات صحبت کرده بودم و پیرامون نسیم شمال و علامه روانشاد ده خدا صحبت کرده بودم و شعری از او خونده بودم، پیرامون رسایی که در مرگ دوستش میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل ساخته بود. درباره سوره اسرافیل هم مختصر صحبتی کردم، به شعر ده خدا هم خوندم، ولی زیباترین شعری که در این مورد ساخته شده بود رو فراموش کردم. داستانی که باید بگم اینه که بعد از جریان باغ شاه که آزادی خواهان رو به دار کشیدن و شکم دریدن، خب بعدش حکومت پهلوی اومد. دادستان اون دادگاهی که این عزیزان رو به اعدام محکوم کرده بود در دوره ضد مشروطه، صدرالاشراف معروف بود که بارها سمت نخست وزیری ایران رو داشت و پست های مختلفی داشت. در دوره 20 ساله پهلوی اول هیچ کس متعرضش نشد. بعد از رفتن رضا شاه تمام اونهایی که در حکومت او ظلم و جوری کرده بودن به دادگاه کشیده شدن، مثل سرباز مختاری، پزشک احمدی رو که اعدام کردن. ولی قاتل آزادی خواهان مشروط خواه رو هیچ کس کاری بهش نداشت، هیچ وقت او رو به دادگاه نخوندن، چون صدرالاشراف اسمش بود و معروف بود، نخست وزیر میشد، رئیس وزیر دادگستری میشد، خیلی پست‌های متعددی داشت. بعد از شهریور 20 فقط فریدون توللی همشهریش بود که از او یاد کرد و حسابی با قلم تند و تیزش داد دلشو گرفت. توللی، البته هنوز در بارش نرسیدیم که درباره او حرف بزنم، توللی کتابی داره به نام التفاصیل، سلسله مقالاتی بود که در شیراز در روزنامه عبدالله عفیفی که دوستشون بود اونجا به چاپ میرسید. بلافاصله در تهران همه روزنامه ها مقالاتش رو نقل میکردن، چون یه کار تازه‌ای بود. به شیوه سعدی مینوشت ولی طنز، التفاصیل اسمش بود. یکی از مطلبی که نوشت در دفاع از میرزا جهانگیرخان و علیه صدرالاشراف، دادستان معروف باغ شاه بود. توللی صدرالاشراف را صدرالاشرار نوشت و من مجبورم که از رو این قطعه رو بخونم برای عزیزان، تا به شیوه نوشتن روانشاد توللی که دوست بزرگ من هم بود، به من افتخار آشنایی داشتم باش و در کتاب بررسی طنزم بخشی که راجع به او نوشتم، نامه هایی که به هم داشتیم، شعرهایی که لطف کرده به من، همه این رو توضیح دادم. و الان فقط میخوام اون مطلبی که به عنوان صدرالاشرار برای صدرالاشراف نوشته براتون بخونم. و چون احرار ملک عجم را اتفاق مسلم گردید، به نفاق برخاست، به پیمان استوار گشت، و امکان غلبه پدید آمد، جماعت اشرار را هراسی گران در دل افتاد، به بیم زوالشان به اتحاد کشید، تا به دنجا که یک دل و یک رأی به کنگاش شدند و خاری ملک و ملت را به مجاهدت کمر بستند. و هم در این زمان بود که صدرالاشرار بدکردار به استظهار این طایفه سمت صدارت یافت و قلع و قمع احرار مطمع نظر مخافت اثر خود ساخت. شعر: صدر اشرار و دشمن احرار، کان نیرنگ و مصدر تزویر، گاه مردی و مردمی روباه،
روز نامردی و قضاوت، قصاوت شیر. تینتش فتنزای و کشورسوز، حیلتش بی حساب و عالمگیر. دشمن هرچه راد و میهندوز، یاور هرچه زشت خوی و شریر. جنابش را در قساوت به شقاوت، به فصاحت، به بقاحت، به جسارت، به شرارت، به خباثت، به خیانت، دستی پرتوان به شهوتی بیکران بود. و همو بود که به هنگام زبونی احرار، آستان خسان ببوسید، به فرمان ناکسان گردن نهاد، به کشتزار حریت به حساد گرفت. به رادمردان عرضه تیغ بیدریخ کرد و از اهم جنایات آن بدکردار، داستان جهانگیر است که صاحب التفاصیل ماجرای آن چنین آورده. به چون جهانگیر را بند بر پای و زنجیر بر دست، به محضر صدرالاشرار محلات کشیدند. صدرش به سوال گرفت، به پاسخها بنگاشت، به جانبازیها مرقوم داشت، به فرمان قتل رقم زد. به بابی به سیاستگاه اندر آمد، به چوبه دار بکوفت، به شال بگشود، به دستار به دنبال آن بست و تف به کف انداخت، به رشته بتابید، به موم بران کشید، به گردن جهانگیر افکند. به دنباله از غرغره بگذرانید، به دران آویخت، به پیکر محکوم بر فراز کشید. و دیگر رسن به قوزک پای خود بست، به پای بیفشرد، چندان که جهانگیر را منفذ تنفس صد گشت، به مرغ روح از قفس غالب طیران گرفت. مروی است که در آن هنگام که جهانگیر بر چوبه دار همی بود، صدرالاشرار ازار قلمکار بکند، یعنی شلوار، ازار قلمکار بکند و بر سر کشید، به دستها از پاچه به در آورد و بر دوش دهل زن شد. به بشکن زنان به آوای کوس، این ابیات از سر وجد و شوق در مقام ابشار خواندن گرفت. منم که رهبر آزادگان به دار کشیدم، قصاص شاه ز مردان پایدار کشیدم. به آرزو برسیدم، مراد خیش بدیدم، پس از 2 سال که در خانه انتظار کشیدم. این تیکه بود از توللی پیرامون میرزا جهانگیرخان سوره اسرافیل. و اما بحث ملک الشعرای بهار، شاعر بسیار گردن کلفت و بزرگ، روزنامه نگار، محقق، هرچی بخوایم اسمشو بذاریم بازم جا داره. میدونیم که بهار زبان پهلوی را میدونست، تحقیق و بررسی‌های فراوانی داره، به کتاب‌هایی رو که قرن‌ها به قرن‌ها خاک خورده بود و به زبان پهلوی بود ترجمه کرد، از جمله یادگار زریران، درخت آسوریک، و مخصوصاً در کتاب پرارزش شعر در ایران، اون چه از آثار قبل از اسلام مونده بود در اون کتاب به بحث و فحص و بررسی گذاشت. بهار از شعرهایی بود که همراه با انقلاب مشروطیت کار سیاسیشو شروع کرد. میدونیم که پدرش ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود، پدر او از کاشان بود، ولی خودش، یعنی پدرش، بعد از اینکه از کاشان به خراسان مهاجرت کرد اونجا موند، دیگه ملک الشعرای آستان قدس رضوی شد و بهار اونجا به دنیا اومد. بعد از مرگ او لقب ملک الشعرایی رو
به ملک الشعرای بهار دادن و او ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود و در روزهای اعیاد و روزهای معروف قصاید می ساخت و می خوند. داستانش خیلی مفصله که چطور این جوان تونست راه پیدا کنه و سمت ملک الشعرایی رو بگیره، در حالی که خیلی از شعرای ریش و سبیلدار و بزرگ بودن که نمیتونستن ببینن، فکر میکردن شعرهایی که بهار میسازه مال خودش نیست و این رو به زبان گفته بودن که شیروانی که در خونه اینها خوابیده بوده به شب مرده چندین سال پیش، این شعرهای اونه که بهار داره میسازه، به نام خودش چاپ میکنه. خلاصه چندین بار بهار شعرهای تازه ساخت و خوند و اینا، بازم میگفتن نه. سرانجام یک روز شمی از شعرها نشستن به او رو به آزمایش گرفتن که مثلا فرض کن ما 4 تا 5 تا کلمه میسازیم، مثلا فرض کن ما 4 تا 5، اگه بخوام اینا رو همه تعریف کنم خیلی میشه، یکی از اینا رو میخونم. یکی گفته بود مثلا آینه و چند تا کلمه دیگه ای رو بهش میدن که اینا رو بسازه و بهار جوری میسازه که اون رو مورد حمله قرار بده، کسی که میخواد این امتحان رو ازش بکنه. میگه چون آینه نورخیز گشتی، احسنت، یکی هم اره بود، چون اره به خلق تیز گشتی، احسنت، یکی کفش بود، در کفش ادیبان جهان پا کردی، یکی هم غوره و مویز بود، غوره نشده مویز گشتی، احسنت. که اینها میبینن که نه تنها پاسخ داده، اون رو هم سر جاش نشونده. خلاصه بهار این سمت رو گرفت و بود، ولی همراه مشروطه خواه وقتی کارش شروع کرد دیگه در بند این نبود که ملک الشعرای آستان قدس رضوی هست، در خدمت مردم بود. به خودش می نویسه وقتی که حیدر مغلی اومد در خراسان و حزب دموکرات رو علم کرد، من در اون جلسه بودم و اونجا عضویت پیدا کردم. بهار بارها زندانی شد، چه قبل از مشروطه، چه بعد از مشروطه، چه دوره پهلوی اول. در قبل از انقلاب سفیر روس او رو تبعید کرد از خراسان به تهران، به جای دیگه. بعد از مثلا انقلاب و بعد از مشروطیت و روی کار آمدن پهلوی اول، باز بهار آرام ننشست، در حالی که مثلا عشقی به دست مأمورین شهربانی رضاشاه کشته شد، فرخه یزدی رو در زندان با آمپول هوا کشتن، مدرس رو در خواب کشتن، ارانی رو در زندان کشتن، باز بهار ساکت نشد. تا اینکه یک بار برنامه میچینن در مجلس ترورش کنن، وکیلم میشد، انتخابم میشد، تصادفاً از خراسان، معذرت میخوام، تصادفاً از قزوین مدیر روزنامه رعد گویا باشه، اسمشو دقیقاً الان یادم نیست، مدیر روزنامه ای از قزوین توقیف شده بود، میاد تهران که رفع توقیف بکنه از روزنامهش. عمامه داشت، شبیه بهارم بود. مامورین فکر میکنن بهار همینه، این بدبخت رو میبندم به گلوله، خبر میدم به مافوق که بهار رو زدیم. خلق متوجه میشن، نمایندگان مجلس هم متوجه میشن، بهار رو فوری قایمش میکنن، بعدم از راه های دیگه او رو خارج میکنن، میفرستنش خونه. خبر اول وقتی میرسه به شهربانی و بعد به دربار، همه خوشحال میشن که از شر بهار راحت شدن، بعد میگن نه این یه قزوینی بود، عوضی کشته شده. بهار شعرهای متعددی در این مورد داره که امروز فرصت نمیشه بخونم، انشالله اگه فرصتی بود در روزهای دیگه میخونم اینا رو.
بحث من بیشتر روی کارهای طنز بهاره. سرانجام بهار رو که نتونستن با ترور از بین ببرن، تبعیدش کردن به اصفهان. بهار در اصفهان موند تا سال 1313 که میخواستن سال به اصطلاح هزاره فردوسی رو جشن بگیرن. در زمان نخست وزیری زکالملک فروغی بود. زکالملک میره پیش رضا شاه که آقا شما تمام دنیا رو دعوت کردی برای هزاره فردوسی، هر کدوم از اینا بیان اول ملک الشعرای بهار رو از ما میخوان. بزرگترین شاعر روزگار ما ملک الشعرای بهاره، چی جواب بدیم به اینا؟ میگه اینم که اصفهان، این از خر شیطون پایین نمیاد. میگه من میرم باش صحبت میکنم. میگه برو بهش بگو هر چی میخوایی بهت بده میدی، بیا بنشین درس بده به بچه، بیا تحقیق کن، از فکر سیاست برو بیرون، بری بیرون، بهتر از اینه تو اصفهان سرگردون باشی. فروغی میاد پیش بهار باش صحبت میکنه. میگه ببین الان این همه کار داره پیش میره، الان دارن تجلیل میکنن از فرهنگ و ادب ایران، شما هم یه کاری بکن، بیا باش در این جمع. حیفه، شما بزرگتر از همه هستی، باید این جمع رو رهبری کنی. خلاصه بهار رو راضی میکنه. بهار چهار خطابه ای برای رضا شاه میسازه. در این چهار خطابه درسته که محترمانه باش صحبت میکنه. شروع بیتش اینه: شاه جهان پهلوی نامدار، ای تو ز شاهان جهان یادگار. بعد شروع میکنه کارهای خوبی رو که باید بکنه چیه. میگه آدمهایی موندن که قبل از تو بودن، اون این کاره کرد. تمام خدماتی رو که اینها کرده بودن میشمره همه. میگه شما هم باید این کارو بکنی. این چهار خطابه خیلی معروفه، در کتابش هم چاپ شده. از اونجا دیگه تقریبا با شاه آشتی کرد، اومد در مراسم هزاره فردوسی شرکت کرد، همه بزرگان جهان اومدن و برنامه اجرا شد. بحث من اینه که طنز بهار چی بود. همینطوری که عرض کردم، روانشاد ملک الشعرای بهار گذشته از اینکه شاعر بزرگی هست در قصیده سرایی ایران، در هر رشته‌ای از نظر تحقیق کتاباش باید بررسی بشه، یک روزنامه نویس روشن فکری بود که برای اولین بار به زبان مردم روزنامه نویسی رو شروع کرد، مغلق نویسی رو کنار گذاشت مثل ده خدا. خیلی جنبه هایی داره که باید بررسی بشه، ولی من امروز میخواستم فقط درباره طنز در کار او حرف بزنم. او واقعا طنز پرداز بزرگی بود. برای این آدمایی که روزهای عاشورا تا سوا سینه رو سر میزنن، یه شعر قشنگی داره که چند بیتی براتون میخونم. میگه در محرم اهل ری خود را دگرگون میکنند، از زمین فریاد و افغان سوی گردون میکنند. گر علی اکبر بیاید بر در دکانشون، در دو پولان طفل را یک پول مقبوم میکنند. صبح برجسته جنوب تا ظهر میریزند اشک، ظهر تا شب نوحه میخوانند و شب معلومه. قصیده بسیار محکمه، دست یک مشت آدم ظاهر پرست رو رو میکنه. یه قطعه زیبایی داره به نام زلال و دلال، راهنمایی به گمراهی. قطعه بسیار زیباییه. میگه دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، حیران نمود شهر به حسن جمال خیش. میخوان درس قرآن در پیش شیخ شهر، و شیخ دل رو بوده به غنج و دلال خیش. میداد شیخ درس زلال و مبین بدو، با هنگ زاد برده به اوج کمال خیش.
دختر نداشت طاقت گفتار حرف زاد با آن دهان کوچک غنچه مثال خیش. میداد شیخ را به دلال و مبین جواب، وان شیخ می نمود مکرر مقال خیش. گفتم به شیخ راه زلال اینقدر مپوی، کین شوخ منصرف نشود از خیال خیش. بهتر همان بود که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو هم در زلال خیش. این طنز بسیار لطیف و خوبیه. بهار یه قصیده ای هم به زبان خراسانی داره، در گویش خراسانی پندری هست. چون ممکنه خیلی از عزیزان نتونن همه رو بخونن، اونو نمیخونم، ولی به جاش یه قصیده ای داره به نام جهنم. این جهنمیش از کارهای بسیار خوبه. در قصیده جهنم نیز همون گروه که خود را مرکز کائنات میدانند، به خیال میکنند که زمین و زمان به خاطر عیش و نوش آنها خلق شده و به غیر از آنها همه انسانهای دیگر از ادیان دیگر کافرند و به جهنم میروند، مورد طنز و تمسخر بهار قرار گرفتند. ضمناً این قصیده از زبان آخوندی ساخته شده که عقیده دارد جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او. تازه از شیعه نیست هر که فکل بست و شیک شد همون بلا به سرش میاد. این قصیده رو تیکه هایشو میخونم تا وقتی که وقت داشته بشیم. میگه ترسم من از جهنم و آتش فشان او، وان مالک عذاب و عمود گران او. اون اژدهای او که دومش هست صد ذراع، وان آدمی که رفته میان دهان او. اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف، بر شاخه درخت جهیم آشیان او. اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، وان مار هشت پا و نهنگ کلان او. اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، وان میوه های چون سر اهریمنان او. وان کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او. اون گرز آتشین که فرود آید از هوا بر مغز شخص عاصی و بر استخوان او. اون چاه بیل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او. اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیش پرخطر جانستان او. جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او. از مو ضعیفتر بود، از تیغ تیزتر، اون پل که دادند به دوزخ نشان او. جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشان او. جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ است روز قیامت مکان او. و از شیعه نیز هر که پکل بست و شیک شد، سوزد به نار پیکر چون پرنیان او. وان کس که با عمامه سر موی سر گذاشت، مندیل اوست سوی درک ریسمان او. وان کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او. وان کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او. وان کس که روزنامه نویس است و چیز فهم، آتش فتد به دفتر و
کلک و بنان او، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به حشر جان و تن ناتوان او. وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعر صغر کاروان او. وان کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند سوی جهنم عنان او. مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی، زن گود آتشین به جهد مادیان او. تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و اون چمن بیکران او. موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود وقت واقف جنت مکان او. اون باغهای پرگل و انهار پرشراب، وان قصرهای عالی و آب روان او. اون خانه های خلوت و غلمان حور عین، وان قابهای پر ز پلو و زعفران او. القصه کار دنیا و عقبی به کام ماست، بدبخت اون که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو و جوی انگبین، وان کوسری که جفت زنم در میان او. باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار، باشد یقین ما که به دوزخ برود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. این گوشه ای از قصیده جهنم بهار بود. من درباره بهار صحبت کردم، حیفه که دو سه تا از کارهای دیگه شو نخونم. این شعر رو میگن در مرگ عارف ساخته، در حالی که گفتم که عارف آدمی بود که به همه میپرید، مثل ایرج، عشقی به ایرج. ولی در هر صورت این معروفترین شعر بهاره که در مرگ یکی از بزرگان گفته. از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. اون گرد شتابنده که بر دامن صحراست، گوید چه نشستی که سواران همه رفتند. داغ است دل لاله و نیلیست بر سرب، که از باغ جهان لاله ازاران همه رفتند. گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادره کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گساران همه رفتند. فریاد که گنجینه ترازان معانی، گنجینه نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس موند و هزاران همه رفتند. خونبار بهار از مژه در فرقت احباب، که از پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند. یک غزلی هم که آخرین غزلشه براتون میخونم. این غزلش رو در سوئیس وقتی رفته بود، پروانه هم همراهش بود، دخترش، میدونیم که بهار به بیماری سل مبتلا بود. در 60-70 سال پیش بیماری سل بیماری بود که مثل سرطان امروز درمانی نداشت. در هر صورت میفرستنش در خارج بره معالجه، یعنی خودش میره با پول خودش، دولت هم هیچ کمکی بهش نکرد. دکترها دستور داده بودن که هیچ نوع مشروبی بهش ندن، در حالی که بهار دوست داشت شب یه پیکی بزنه. به دخترش میگه پروانه جان، من که میدونم وضعم چیه، چرا خودمو اذیت کنم، برو یه می تهیه کن برام. پ-
پروانه می میگیره تو کیفش میذاره، یواشکی به بابا میده. بهار وقتی این می رو زده، آدم حرکت الکل رو در رگهاش احساس میکنه، در کلمات حرکت الکل رو میبینه. میگه بگرده جوهر سیال، می رو تشبیه کرده به جوهری که در رگهاش سیالان داره. بگرده جوهر سیال در مغز بهار امشب، سرت گردم نجاتم ده ز دست روزگار امشب. برای یاران ترش روی آمدم زین تلخ کامی ها، به مستی پرده شیرین برویم برگمار امشب. شب هجرانم از جان سیر کرد آن زلف پرخم کو، که در دامانش آویزم به قصد انتحار امشب. فنای سینه ریشان، سینه ریش ترکیبیه که بهار بره مسلول ساخته. فنای سینه ریشان گرمه صافیست ای ساقی، بده جامی و برهانم زرنج انتظار امشب. گرم خون از گلو بیرون زند نبود عجب، زیرا که از خون لب به لب گشته است این قلب فگار امشب. ز سوز تب چه می نالی طبیبا، درد سر کم کن، مرا بگذار با اندیشه یار و دیار امشب. اگر نالد بهار از زخم دل نالد نه زخم سل، پرستاران چه می خواهند از این بیمار زار امشب. خیلی ممنون. در هر صورت امروز برنامه رو تموم می کنم تا در جلسه آینده باز در خدمت خواهم بود. قربان شما، خداحافظتون.